خبر خودسوزی یک دختر جوان کمتر از یک هفته قبل مقابل دادگاه انقلاب تهران افکار عمومی را در ایران جریحه‌دار کرده. این دختر جوان که با نام مستعار سارا معرفی شده، در اسفند سال گذشته به دلیل تلاش برای ورود به استادیوم آزادی مدتی بازداشت شده و بعد برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفته بود. ماجرای خودسوزی سارا که حالا به گفته خانواده‌اش وضعیتی وخیم دارد، موجب بالا گرفتن دوباره بحث‌ها درباره جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه در ایران شده. شبنم شبانی نگاهی کرده به این رویداد و واکنش‌ها به آن. بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها مدت‌هاست در ایران به معمایی سیاسی تبدیل شده. از حضور زنان در ورزشگاه‌ها به ویژه استادیوم‌های فوتبال سال‌هاست که بر مبنای قانونی نانوشته ممانعت می‌شود. درسته که هیچ قانونی درباره منع شدن شهروندان ایرانی از حضور در استادیوم‌ها به واسطه جنسیتشون وجود نداره، اما زنان در اغلب تلاش‌هاشون برای ورود به ورزشگاه به در بسته می‌خورن. یکی از جنجالی‌ترین موارد که اخیراً اتفاق افتاده، حتی ممکنه به قیمت جون دختر جوانی تموم بشه که می‌خواست برای دیدن بازی تیم محبوبش به استادیوم بره. دختری که خانواده‌اش ترجیح دادن با نام مستعار سارا دربارش صحبت کنند. سارا که طرفدار تیم آبی پوش پایتخته، در اسفند ماه سال گذشته تلاش کرد با لباس مبدل و کلاهگیس آبی برای دیدن بازی استقلال و العین امارات وارد ورزشگاه آزادی بشه، اما توسط ماموران امنیتی شناسایی شد و نه تنها مانع ورودش به ورزشگاه شدند، بلکه بازداشتش کردند. خواهرش به شهروند آنلاین گفته چون توان پرداخت فوری وثیقه 50 میلیونی تعیین شده توسط دادگاه ارشاد را نداشتند، سارا مجبور شد حدود 3 روز در بازداشت بمونه. اتفاقی که به گفته خانواده‌اش روح و روانش رو بسیار آزار داد. 6 ماه بعد از اون در 11 شهریور سارا که برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه انقلاب تهران رفته بود، از وحشت اینکه ممکنه 6 ماه حبس براش تعیین بشه، در مقابل ساختمان دادگاه خودسوزی کرد. سارا حالا با 90% سوختگی با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. خودسوزی سارا افکار عمومی در ایران رو جریحه دار کرده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ دختر آبی درباره او صحبت کردند و پرسیدند واقعا چرا زنان در ایران نمیتونن به ورزشگاه برن. بسیاری از ورزشکاران و حتی چهره‌های سینمایی ایران هم به این رویداد واکنش نشون دادند. مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفته خودسوزی دختری که دلیل کارش تمدید حکم بازداشتش به اتهام تلاش برای دیدن یک مسابقه فوتبال بوده، برای آیندگان غیر قابل درکه. وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران هم گفته این طرز تفکر که منجر به راه ندادن زنان در ورزشگاه ها میشه قابل توجیه نیست، مثل بسیاری از قوانین پوسیده که در گذشته وجود داشت و اکنون ما گذشتگانمون رو مؤاخذه می‌کنیم و غافل از اینکه همین راه ندادن خانم‌ها به ورزشگاه که در سال‌های عمر ما اتفاق افتاده وجود داره. چهره‌های سینمایی هم به این واقعه واکنش نشون دادن، از جمله پوریا پورسخر بازیگر ایرانی که در این باره نوشته قسم می‌خوره تا عمر داره پاش رو به استادیومی نگذاره که این دختر برای دیدنش باید بسوزه. سارا تنها یکی از هزاران زنیه که در سالهای اخیر به دلیل تلاش برای حضور در استادیوم فوتبال به دردسر افتاده. زنان و فعالان حقوق زن در ایران در این سالها کارزارهایی رو برای به دست آوردن حق حضور در ورزشگاه دنبال می‌کنند. کارزارهایی که با وجود قول برخی مسئولان به ویژه در دولت حسن روحانی هنوز راه به جایی نبرده. حالا برخی میگن با بالا گرفتن داستان خودسوزی سارا و با توجه به اخطارهای پیشین فیفا به ایران درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها، فوتبال ایران شاید حتی دچار محرومیت و جریمه‌های سنگین هم بشه. شبنم شبانی گزارش میداد. آزاده کیان استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7 و مسئول فدراسیون ملی تحقیقات جنسیتی در فرانسه از پاریس با ماست و همینطور سعید پیر محموی خبرنگار ورزشی از استانبول ترکیه. خانم کیان، چرا اینقدر تعصب به خرج داده میشه؟ چرا اینقدر سر این موضوع اصرار میشه که زنان در ورزشگاه نباشند؟
خب ببینید، همطور که گفته شد در گزارشتون، هم در ایران هیچ قانونی در این راستا وجود نداره و در واقع برخی از آیات اعزام و برخی از شخصیت‌های محافظه‌کار مخالف ورود زنان به استادیوم هستند، تحت این بهانه که در استادیوم مردایی که میان مسابقه نگاه میکنن و ممکنه که در واقع بدرفتاری بکنن یا توهین بکنن به این خانم‌ها و در واقع تحت لوای حمایت از زنان، از ورود زنان در واقع به ورزشگاه جلوگیری میشه. ولی من فکر میکنم یکی از دلایلش میتونه هراسی باشه که از دیدن ده ها هزار زن در یک جا میتونه که خواستهای مختلفی برای رفع تبعیض به طور کلی از حقوق زنان رو میتونن داشته باشن و خواستار برابری حقوقی به عنوان فرد با مردان هستن، اینها تمامش نگرانی هایی رو ظاهرا ایجاد کرده که از ورود زنان به ورزشگاه جلوگیری میکنن. برای اینکه شاید یکی از دلایلش اینه که نمیخوان ده ها هزار زن همزمان در یک نقطه در واقع قرار بگیرن. آقای پیر محمودی، خانم کیان به دلایل مذهبی و کم و بیش سیاسی اشاره کردن. میدونیم که سیاست زدگی در ورزش ایران، مثلا در ورزش جودو، داره مشکلات زیادی ایجاد میکنه. این اتفاق آیا نمیتونه باعث واکنش فیفا بشه؟ مثلا نمیتونه باعث واکنش نهادهای بزرگتر ورزشی در سطح بین المللی بشه؟ ببینید، از سال تقریبا 2016 دو موضوع اساسی در مورد ایران در دستور کار IOC، یعنی کمیته بین‌المللی المپیک، و همینطور فدراسیون جهانی فوتبال فیفا وجود داشت. موضوع برابری جنسیتی در بین ورزشکارها و همینطور آزادی تماشاگران خانم که بتونن بیان در ورزشگاه ها، در تمام ورزشگاه و در تمام رشته ها بتونن بیان و بازی ها رو آزادانه نگاه بکنن. خب ماجرا از اونجایی برای فیفا خیلی جدی میشه که حالا در رسانه های مختلف اعداد مختلفی اعلام شده، بین 20، 50 و یا 100 هزار ایمیل که زنان ایرانی برای فیفا ارسال کردند و خب دبیرکل فیفا خانم فاطمه سامورا روی این ماجرا حساس شد و نامه‌نگاری های مهمی رو با ایران انجام دادن. اتفاقا نکته جالبش همین هست که در واقع روزی که این خودسوزی اتفاق افتاد، ایران باید آخرین نامه خودش رو به فیفا جواب میداد در مورد همین موضوع ورود زنان و میگفت که بالاخره برای این ماجرا چه راهکاری انتخاب کرده. قاعدتا الان در واقع میتونم بگم تصمیم گیران بین المللی ورزش روی ایران بسیار حساس شدن با دو آیتم. یکی در واقع همین عدم مبارزه با ورزشکارانی از کشور اسرائیل و دومین موضوع عدم ورود بانوان به ورزشگاه ها که قاعدتا حالا اگر در ادامه وقت باشه میتونم توضیح بدیم که این میتونه چه عواقبی برای ایران داشته باشه. حتما. خانم کیان، ضمن این که شما اشاره کردید حاکمیت سرسختی نشون میده، ولی از اون طرف هم مسائل زنان یکی دوتا نیست. خود شما هم به خوبی این موضوعات رو دنبال میکنید. چرا تعدادی از فعالان زن اینقدر بر روی حضور زنان در ورزشگاه ها تاکید میکنن و برای این خانم هم اینقدر مهم بوده که کار به اینجا کشیده؟ خب ببینید، یکی از دلایلش به نظر من که از دلایل مهمش این هست که این خانم ها، این زنان که خب میدونید اولین جنبشی که از طرف دخترای جوان ایجاد شد برای ورود به ورزشگاه ها و بهشون میگفتیم روسری سفید ها، حدود بیش از 10 سال پیش آغاز شده. پس این یک خواستیه که سالهای سالی که ادامه داره. یکیش خب علاقه جوان ها، من جمله خانم های جوان، به مسابقات ورزشی و به خصوص به فوتبال میتونه تلقی بشه. یکی دیگر در واقع همطور گفتم خواست رفع تبعیض از زنان هست، یعنی اینکه چرا به دلایل جنسیتی یک زن نبایستی بتونه وارد استادیوم بشه. ولی شما در به اصطلاح مسائل دیگه هم این رو میبینید که خانم ها دارن
تلاش میکنن که حقوق فردی خودشون رو به عنوان انسان به هر نوعی که میتونن به پیش ببرن. منتهاش اتفاقی که افتاده این هست به خاطر تشدید سرکوب در سالهای اخیر، به خصوص در این 10 ساله اخیر، از فعالیت‌های جمعی زنان و نیز مردان جلوگیری میشه. نمونش فعالیت‌های کارگری هست که بسیار سرکوب میشه و جامعه مدنی به طور کلی و فعالیت‌های زنان هم به شدت سرکوب میشه و به همین دلیل هم ما در واقع میبینیم که بیشتر شکل فردگرا گرفته خواستهای زنان بیش از پیش و در واقع به عنوان فرد خواهان این هستند که به استادیوم راه پیدا بکنن. این رو نمیشه گفتش که یک لزومن به خودی خود یک جنبش اجتماعی، یعنی عصیان بر علیه یک نرم لزومن به معنی مخالفت با کل نظام میتونه نباشه. آقای پیر محمودی، شما گفتید مایلید در مورد پیامدهاش صحبت بکنید. قبل از اینکه به پیامدهای بین‌المللیش باز هم برگردیم، میخواستم بدونم که این حمایتی که از طرف چهره‌های سرشناس فوتبال ایران شده، آیا کار رو برای جمهوری اسلامی میتونه سخت بکنه به این معنا که پایگاه اجتماعی اونها به این موضوع حساس تر بشن؟ تجربه نشون داده که در واقع حمایت چهره های فوتبالیست، یعنی بازیکن های خیلی مطرح، مثلا در سال 88 اگر اون مچبند های سبز رو به خاطر داشته باشید و حالا اتفاقاتی که افتاد، تجربه نشون داده که زیاد این ماجراها برای در واقع سران حکومت میتونم بگم که اهمیت زیادی نداره، چرا که به هر حال این ماجرای ورود زنان تبدیل شده به یک بحثی که خواست تمام جامعه ایران هستش، دیگه فقط خواست زنان نیست، بلکه الان دیگه آقایون هم دارن به این ماجرا واکنش نشون میدن و خواستار این هستن که زنان بتونن راحت وارد ورزشگاه ها بشن، که از نظر من به شخصه فکر میکنم اگر اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها بخواد صادر بشه، حتی اون بحث های فرهنگی که در ورزشگاه ها وجود داره و بارها و ما اونجا توهین های شدیدی میشنویم و یا درگیری های بسیار شدیدی رو اونجا میبینیم، هم حتی میتونه به نوعی مهار بشه. من به شخصه نظر خودم رو میگم، فکر نمی کنم که این ماجرا زیاد برای تصمیم گیران اهمیتی داشته باشه. اما اگر برگردیم به اون بحث جرایمی که میتونه برای ایران وجود داشته باشه، یک بار دیگه میخوام تاکید بکنم که امروز که ما داریم صحبت میکنیم، مسئولان بین المللی ورزش، یعنی در بالاترین سطح که میشه کمیته بین المللی المپیک، به برخی از فدراسیون های جهانی خودش چند ماموریت داده ده. به فدراسیون جهانی جودو و همینطور فدراسیون جهانی کشتی ماموریتی داده که اونها باید بررسی بکنن عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران از کشور اسرائیل، و همینطور به فیفا این ماموریت رو داده که در مورد عدم ورود زنان ایرانی به ورزشگاه ها کاملا با فدراسیون فوتبال ایران برخوردهای قانونی انجام بده. بله. حالا گفته شده که مسئولین اجازه دادن برای بازی‌های ملی، فقط برای بازی‌های ملی و در ورزشگاه آزادی اجازه داشته باشن زنان که بتونن برن بازی‌ها رو ببینن. درست. اما اون چیزی که ما می‌دونیم و در نامه‌نگاری‌های مستقیم فیفا با ایران انجام شده، اونها خواستار این شدن که درهای ورزشگاه به روی تمام زنان ایران باز باشه. اتفاقاتی هم که مثل این جریان خودسوزی بله، ببخشید وقتمون خیلی کمه. آقای محمودی، شما اشاره کردید به این که خب یه خواسته ملیه، ولی میخواستم این از خانم کیان بپرسم که واقعا یه خواسته ملی به حساب میاد، در حالی که ما میدونیم خیلی از مثلا مردان میرن استادیوم شرکت میکنند و چندان اعتراضی هم نمیکنن به این وضعیت که گویا اینجا تبعیضی وجود داره. خیلی کوتاه لطفا. ببینید، من در ایران نیستم و نمیدونم که آیا این به خواست ملی تبدیل شده یا نه، ولی خیلی تعجب میکنم اگر که تمام مشکلات و مسائلی که جامعه زنان باهاش روبرو هستن رو بذاریم کنار و فقط رفتن زنان به استادیوم رو در نظر بگیریم که به خواست ملی تبدیل شده باشه. به نظر من یه مقداری اغراق آمیز هستش این رو بگیم. اما آنچه که مبرهن هست این که چون اعتراضات مختلف بین المللی بر علیه ایران از طرف به طور مشخص فیفا
وجود داره، این مسئله در واقع یه مقداری دستیابی زنان به ورزشگاه ها رو یک حالت بین المللی بهش داده و مرتب شما میبینید که در نشریات خارج هم، در مدیای خارج هم راجع بهش صحبت میشه و این خودش یک نوعی در واقع فشار هست که بر سر حکومت میشه از طریق بین المللی وارد کرد. و شاید یکی از دلایل این که فکر میکنیم که همه الان خواهان اینن که زنان به ورزشگاه ها برن این نیست که مشکل اصلی این باشه یا مسئله اصلی همه باشه، ولی اینه که همه خواهان این هستن که این فشارها بیش از پیش شاید از طرف فیفا یا دیگر مراجع بین المللی بر برخی از حاکمان که مخالف در واقع ورود زنان مثلا به ورزشگاه ها هستن وارد بشه. ممنونم از آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس 7، و همینطور سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی از استانبول ترکیه.